در مسافرت هایی که در ایران به روستاها می کردم با یک بخشی آشنا شدم به اسم یانسر یا هزار جریب. این بخش قسمتی از بهشهر هستش که با ملاقات هایی که با بخشدار و رئیس آموزش پرورش این بخش داشتم، آمادگی اینها رو برای همکاری در این بخش به خوبی حس کردم و متوجه شدم که اینها حاضرن تا اونجایی که میتونن با من و خیرین دیگه همکاری بکنن تا شاید بتونن وضع این روستاها رو یک مقداری بهتر بکنن. مسئله مهم بعدی خود مدارس بود. ما موقعی که به این 4 دبیرستان شبانه روزی رفتیم و بازدید کردیم، متوجه شدیم که اینها احتیاجات اولیه دارند. اینها سوخت به اندازه کافی ندارند، اینها غذا به اندازه کافی برای دانش آموزان ندارند، مسائل اولیه ندارند، کلاساشون کامپیوتر ندارند و معلمینشون کافی نیست. و از این نظر ما شروع کردیم با تهیه کامپیوتر و هوشمند کردن این کلاس ها که بتونند از کامپیوتر به جای معلم استفاده بکنند و به این دانش آموزان بهتر درس بدن. و از طرفی به دبستان ها رجوع کردیم و سعی کردیم کمک های اولیه برای این دبستان ها انجام بدیم. بیشتر دبستان هایی که دیدیم، این دبستان ها هم ساختمانش احتیاج به تعمیر داشت و مشکلات اساسی، مشکلات نشست داشت یا ریزش کرده بود یا حرکت کرده بود یا در شیب بود یه مقدار به اصطلاح حرکت داشت، که شروع کردیم با توانایی که داشتیم این موارد رو برطرف بکنیم تا بتونیم بهتر از این دانش مدرسه ها استفاده بکنیم و بچه ها بتونن راحت تر و بهتر آموزش ببینن. خیلی برای شما صدقه میکنیم، شما که تشریف آوردید لطف کردید، از شما تشکر میکنیم. هم سال قبل تشریف آوردید به ما کمک کردید و مدرسه ما به دانش آموزای ما. آقای میخوانی که میشناسید، آقای میخوانی خیر محترم هستند که از کشور آمریکا تشریف آوردن، اومدن که از زبان خودتون بشنوم چی میخوان. شما با آقای استرلی کار نشته باشید، با آقای رقاندی کار نشته باشید، با اسمبرو کار نشته باشید، مشکلاتتون خودتون بیان کنید. داره به تصویر میکشه حرفای شما، تصاویر شما میبره اونجا به اون آقایونی که باید ببینن نشون میده. بیشتر تاکیدشون بر سر آموزشی هستش، مثلا تهیه سی دی آموزشی، کلاس های تربیتی. در کنارش اگه از آموزششون برد یا توانشون باشه، انشاءالله فیزیکی مدرسه هم کمک میکنن. گفتم من خدمت شما عرض کردم، در اداره هم گفتیم، در ماشین هم بهشون گفتیم. مشکل اصلی ما اینجا امروز بحث شوفاژه. درست آقای خودی، آقای استرامی، شوفاژ ما منبعش ترکیده، ما شوفاژ نداریم. ما رفتیم تهیه کنیم، گفتن 2 میلیون. درست آقای کی؟ 2 میلیون منبعش بود، فقط منبعش میشه 2 میلیون تومن. منبع شوفاژ هست. ما از خدمات جوابی میخوریم. پارسال واقعا تبدیل شکل داریم، ما فرموش نمی کنیم. بچه یادتون هست که داشتیم کامپیوتر نداشتیم، الان کامپیوتر آماده است، آماده نست و بچه استفاده میکنن. ساعت کاریش هم مشخص، میتونیم برای این استفاده از رایانه رو. بحث آزمایشگاه بود، یک کارتون وسایل آزمایشگاه فرستادن. بسیار اصلا ما وسایل آزمایشگاهی نداشتیم، خوشحالیم. خانم میرخانی جانم، چیامون اصلا فرش نداره. خب ما اصلا فرش نداره، وسطشون خالیه، فقط ممکنه شب و سردمون میشه، پامون یخ میزنه. به جای اینکه مثلا شوفاژ رو روشن کنم، 3 تا تالون به من پتو دادن، اول یکی، بعد 2 تا، بعد 3 تا، یعنی 3 تا پتو میندازیم رو شبو. کارگاهمون برای وسیله کم دارن. کارگاهمون هم کم دارن. مثلا میخوام بریم یه چیزی بسازیم، مثلا این وسیله رو نداریم، اره نداریم، پلیر نداریم. با
دو هفته یه سال. آها کلاس های فنی داریم ما اینجا. کار فناوری. هشتون نها. خب این مدرسه، مدرسه امام جعفر صادق پیش منه هستش. مقطع متوسط اول یا راهنمایی. این هم این کمک هایی هست که از سال قبل به این مدرسه تقدیم کردید شما. همکارای ما و دانش آموزان از این استفاده میکنن. این وسایل آزمایشگاه ما ممکنه بریم اونجا وسایل آزمایشگاه که هنوز اینجا میکروسکوپا هستن. بله. و بعد این میکروسکوپایی بوده که پارسال تعیین شده و امسال باید تکمیل بشه. مواد آزمایشگاه هست که پارسال تعیین شده امسال باز باید امکاناً بیشتر تکمیل بشه و ما کامپیوترامون هم در این کلاس گذاشتن. در این کامپیوترهایی هستش که پارسال اومده و باز تعداد زیادی احتیاج هست که انشاءالله امسال تعیین تاییش میکنم. من از اونم کتابونه دیگه اینا الان نمیشن ها؟ اینا از سال قبل میکشن؟ خیلی هم هم باورد این امروز نیست. خیلی دار این تصویر سازی نیست باورد از قبل میدونم میدونم خیلی هم اونم کتابونه گیره. بله بله. این هم کتاب هایی که آورده شده اینجا. ما توی یکی از خوابگاه ها هستیم که این خوابگاه متاسفانه فرش نداره و بعدم اینجا چون محیط کوهستانی هستش سرده، شبا بچه ها سردشون میشه. پتو دادیم برای فرش. الان پتو و دوشک ها هم خیلی ابتداییه. آره دیگه ما بچه ها اینجا خاک هم داره ها، باید دیگه خاکش دست خودتونه دیگه، باید تمیز نگه داریم. راست وقت کمودا که باید عوض میشه تا اونجایی که میشه و نمیدونم اگه قابل تعمیر باشه. اینا قابل تعمیر نیست، اینا چیزی هست. خب بله دیگه تشکیل مدرسه 30 ساله پیش مثلا. بله دیگه خیلی ممنون، خیلی ممنون. مرسی. خوبه که اونجا هم پتیز داشت. دختران مقطع متوسط راهنمایی هستش، متوسط اول هستش. ما بودن 45 اینجا دانش آموز داریم که بچه های ما از روستای اطراف با سرویسی که واسهشون تهیه شده، البته هزینه سرویس خودشون پرداخت میکنن. بچه ها شنبه میان اینجا، چهارشنبه برمیگردن. ما در این مدرسه‌مون از سه پایه هفتم، هشتم و نهم تشکیل شدن. مدرسه کناری هم که مدرسه ابتدایی هستش، ما بودن 25 دانش آموز داریم. آقای رضایی همکار ما هستن. آقای حسین رضایی. این روستا روستای کیاسه هستش، اتبابه بخش یانسه بهشت. خیلی ممنون. بله در صورت خدمت رو عرض میکردم که خیلی دلم میخواد ببینیم که چه احتیاجاتی شما دارید و چه کارهایی ما میتونیم انجام بدیم که اگر به امید خدا به اصطلاح ما بتونیم یک کمکی بکنیم که یک قدمی باشه در پیشرفت شما. مسئله اولی ما مسئله به اصطلاح دانش پژوهی شما هست. ما الان در چند استادهای مختلف چندین دانشجوهای ممتاز داریم که باید خدمتتون عرض کنم به طور 90% خانوما هستن. یعنی این داره نشون میده که خانوما به تحصیل خیلی بیشتر علاقه دارن، در دانشگاه های خوب ایران دارن تحصیل میکنن. ما هم سعی میکنیم تا اونجایی که بتونیم وسایلی رو که احتیاج دارن برایشون فراهم بکنیم که اینا بتونن بهتر تحصیلشون رو ادامه بدن. احتیاجاتی که دارید، احتیاجات بهداشتی، کمک‌های مثلا پزشکی، اگر احتیاجاتی هست، عینک، سمعک، مثلا مسائل دیگه‌ای هستش که لازمه، خب اینا رو من خواهش می‌کنم که به مدیریت بفرمایید که لیستی تهیه میشه و سعی می‌کنیم در اون رابطه هم تا اونجایی که ما می‌تونیم کمک بکنیم. حالا خیلی دارم بخواد از شما بشنوام ببینم که خواسته های شما فکر میکنید که اگر چه چیزهایی رو میداشتید و در این مدرسه برای شما بهتر بود. مشکل گرمایی شد. مشکل گرمایی رو سوخت نداریم، بعد شبا سرده. آقای میخوانیم باشم که ما شوفاشخانه ما تو یک بایدت که مزیدش خراب بود این شوفاشخانه ما تعمیر کردیم. با توجه به مشکل اختیاری خدمتتون عرض کردم ما هنوز بسه شبا روزه سوخت تعیین نکردیم.
بخاطر این قضیه ما حد اکثر تا اونجا که میدونیم سعی میکنیم صرفه جویی که چشم فشار نیاره. چشم ما هم سعی اونو میکنیم با همکاری وزارت آموزش و پرورش. چشم بر. خب چه مسائل دیگه ای ممکن باشه؟ تخته این نوشته وقت سه آقای وقت سوخت اینجا ازاجی وقتی ایراد بده میکنه این بچه تا صبح من پارسال خدمت شما عرض کردم از سما میلرزم یه تو بخاری برقی باشه یه موارد اضطراری ما منم اینجا میشینم با شما میشینم اینجا بفرمایید شما اجازه میدید من اینجا میشینم من پامم یه خورده درد میکنه باید یواش میشینم این مدرسه مدرسه ابتدایی شهدای کیاسر در بخش یارسر بشر هستش چرا به آنجا میداریم مدرسه ما فکر کنم 23 نفر بیشتر نفر تعداد آنجا میداریم مدرسه ما کلا با بچه بیشترستانی شده 23 نفر هستم خدا شما این مدرسه از این مدرسه هستی که بچه ها از استعداد خوب برخوردارن ما از این مدرسه رو بازیم هر کار مادر ما به تمامی داره حق باید رفیس می کنن ملاقات این که اگاز معلم در مدرسه از معلم داریم به خاطر اینکه از این ها خواهش کردیم که داره به تنهایی این حق پایا تدریس میکنه بعد چون این مدرسه دوم سوم چهارم پنجم ششم و پیش دبیرستان سفیدچاه هستیم دبیرستان آیت الله نصیری سفیدچاه شبانروزی دخترانه مقطع متوسطه دوم یا به قول قدیمی ها دبیرستان بچه با شما هستم حالا من دارم از تک تک شما فیلم برداری میکنم بفرمایید آقای میرخانی دارم گوش میکنم بگید درخواستی که نمیم ببرد دست مسئله مهمی که وجود داره اینه که ما بتونیم احتیاجات مدارس و دبیرستان ها رو تا اونجایی که در بودجه‌مون هست تهیه بکنیم از نظر کارم خیلی کارها میشه کرد ما هم احتیاج داریم دینمون رو عطا کنیم به این کشورمون حالا بنده این قول رو به شما میدم که شما وارد اون سطح بشید ما کمک کنیم که در دانشگاه قبول بشید بعد از دانشگاه کار بگید پیدا کنید یا بیاید تو حرفه شما بیاید تو حرفه خودتون تو اون حرفه ای که دوست دارید کمک بخواید ابزار ما بخریم کار ما بکنیم وامش ما بدیم بهترین لوله کش بهترین سیم کش بهترین بکاری مطمئنم بعض زندگیتون هم خوب میشه قول میدم که خودم باشم پا به پای شما بیام حالا دیگه این گو و این میدون دیگه شما ببینیم چیکار میخواید دستورت خیلی ممنون از لطف شما داریم کامپیوترهای این روستا رو میاریم خودمون دیگه یه موقعیتی شد که بتونیم بیایم اینجا الان داریم میریم تو این مدرسه اینجا جناب حسن‌پور میدونید چند تا شاگرد داره 43 تا دانش آموز داریم ما 43 تا یکی از مدارس هستش که بیشتر دانش آموز ما تو بخش یانه‌سر داریم بله بله خدا رو شکر بچهای میگم دانش آموز ما همه از این روستا هستن بله روستا یکی از روستای پرجمعیت بخش یانه‌سر هستش خیلی هم قشنگ روستای بسیار قشنگ خیلی سبز و خرم تو کوه همه خیلی روستای قشنگیه مدرسه محمد آباد مهندس جان مدیر مدرسه ماست آقای مسعود محمدیانی آقای محمدیانی حال شما مهندس میرخانی آقای حال شما خوب 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 شد سلامتی مهندس جان سال قبل این مدرسه ما بودن با توجه به دانش آموزی که داره بودن 43 نفرن بچه پیش دبستانی سال قبل متاسفانه چون میگم الان توان اقتصادی دولت ما اداره ما زیاد نیستش ما نمیدیم ما شرمنده همکارمون شدیم این زمین این مدرسه مون سال قبل رانش کرده این قسمت کلن رفت بند خدا مودی مرزمون با همت اهالی و اداره مون اومدن اینجا هزینه کردن و بالاخره اینجا درست کردن امسال هم متاسفانه نگاه کنید اینجا داره میره اینقدر بله بله متوجه که متاسفانه گفتم خطرات جدی واسه بچه ما ممکنه ایجاد بشه اینم دیوار مدرسه ماست بله خود اصلا خود ساختمان اشکال داره این پی این ساختمان فکر میکنم اشکال داره
البته الان خیس هم هست. این آب از کجا اومده؟ دیشب این جان دارم این خودش نشسته ولی احتیاج به ترمیم دارن اینجا و از خود مدرسه خوب نیست البته حالا اونم یه نگاهی میکنیم به نظر میاد که نشست کرده بله یه مقداری نشست کرده این مثلا دیواری که اینو نگه داشته باید ترمیم بشه حداقل باید ترمیم بشه و شاید هم تعویض بشه حالا ببینیم کدومش راحت تری که انجام بدن البته این روستا یکی از قشنگترین روستاهاییه که من تا حالا دیدم توی این سرسبز زیباست مردمشون تو اونجا سکونت دارن بعد نیستش که شما یه 360 درجه این دورادور رو نشون بدید که چقدر اینجا قشنگ خیلی خوبه که شما اینجا دارید سعی میکنید که تا اونجایی که میشه با این که در روستا هستید و امکانات کمتره بالاخره از تحصیل خودتون عقب نمونید مسئله اصلی که ما داریم اینه که شاید بتونیم موقعیتی فراهم بکنیم برای مدارس روستا که اون امتیازات شهر رو ندارن کمکی بشه که بچه ها بتونن بهتر تحصیل بکنن بهتر درس بخونن وارد دانشگاه های خوب بشن یعنی سه کلاس سه لبه در یک کلاس سه بایر رو بیارن سه بایر رو نه در کلاس ما اون بودجه رو میدن یعنی هم باید به مسئله مشکلات مدرسه برسن هم به تدریسشون یعنی آقا کارشون سنگین هم در کلاس بچه پیشتر به سره ما داریم یعنی بچه ها پس مبارد پای اول بشن یک مقتعی به منو پیشتر به سره میدن این آقا زحمت پیشتر به سره میدشه مشکلات مدرسه ما حل بکنه با اداره با تعامل داشته باشه همه تحت نظر نواست آقا اگه میان این سپایه تدریس میکنن بچه را آماده میکنن برای پایه دیگه خب آقای میخوانی مهندس میخوانی خیلی محترمی هستن که از آمریکا تشریف آوردن اون برام میدونی کجا از آمریکا؟ من هم نمیدونم مثل شما ولی میدونم اون طرف دنیا هستش اومده کلاس شما به خاطر دو تا مسئله یک سیستم یا کامپیوتر اونم به شما اعطا کردم که شما ازش استفاده کنید همکاران محترم ازش استفاده کنن دو اومدن ببینن شما چیکار میکنید چی درس میکنید و چه مشکلاتی دارید مسئله دیگه ای که متوجه شدیم این بودش که این روستاها وضع اقتصادی خوبی ندارن علتش هم این بودش که زمین های اینها در کوهستان ها بود در تپه ها هست و بیشتر دیم می کنن و از اونجایی که دیم فقط در تابستان و بهار کار دارند در پاییز و زمستان اینها بیکار هستند و دیمشون هم بیشتر گندم و جو و اینجور چیزها هستش که خیلی کم درآمد است از این نظر با اینا صحبت کردیم که یک اول بیایم یک سری گیاهان دارویی گیاهانی که از نظر قیمت در بازار بهره بیشتری رو به کشاورز میرسونه ترویج بدیم که با موقعی که با مدارس صحبت کردیم مدارس گفتن که اینها رو ما توی مدرسه داریم میتونیم ترویج بدیم میتونیم بیشتر کنیم کلاساشو بیشتر کنیم و خود بچه‌ها میتونن یک مقدار زیادی این علمو به خونه هاشون ببرن و در ثانی کلاسای شبونه هم برای مردم روستا بذاریم که از این گیاهان دارویی و گیاهان پردرآمد استفاده بکنن ما هنوز در مدرسه سپید چاه هستیم در دهکده سپید چاه و در این روستا این مدرسه شهید ربانی هستش که مدت زیادی هست این مدرسه قابل استفاده نیست به علت نبودن دانش آموز و الان این حیات این مدرسه رو تبدیل کردند به فضایی که برای کشت‌های دارویی به کار میره و اینجا گیاه‌های دارویی کاشته میشه به وسیله این مدرسه شبانه روزی سفیدچا و بعد خشک میشه و بعد به بازار ارائه داده میشه.
مسئله دیگه این بودش که برای خانوم ها و یه مقداری از آقایون در این مدت پاییز و زمستان چه کارهایی ما میتونستیم به وجود بیاریم که یک مقداری درآمدزا باشه. برای خانوم ها به این فکر افتادیم که قالی بافی، خودشون میگفتن که اگه قالی بافی یاد بگیرن میتونن این کارو بکنن. با تماس هایی که گرفته شد، یکی از خانوم هایی که در این رشته استاد هستند و از استان گلستان که در جوار استان مازندران هست آوردیم و این خانوم کلاسی تشکیل داد. ما سعی کردیم که تا اونجایی که میتونیم مواد اولیه رو به قیمت‌های ارزان‌تری برای اینها تهیه بکنیم. یک مقدار دار قالی براشون دادیم، درست کردن که اینا میتونستن این دارای قالی رو قرض بگیرن از این بخشدار و بعد هم بعد از اینکه کارشون تموم شد بیان پس بدن اینا. و این هم یک کار مفیدی بودش که ما تونستیم در اینجا انجام بدیم و خیلی موفقیت آمیز بود. در اوایل کار من متوجه شدم که برای اینکه این روستاها بتونن از شرایط بهتری برخوردار بشن، اولین چیز اینه که جاده بهتری داشته باشن. جاده های اینها بیشتر خاکی هست و در زمستان به علت بارش برف و باران مقدار صدمه زیاد میبینه و از اونجایی که چندین سال بود که مرحمت نشده بود و تعمیر نشده بود، این جاده ها احتیاج به تعمیر داشت. با تماس هایی که با ادارات مربوطه گرفتیم متوجه شدیم که اینها صحبتی از بودجه حدود 140 میلیون تومانی میکنن برای ترمیم این جاده که نه در توان بنده هست و نه خودشون یه همچین بودجه ای دارن. بنابراین من فکر کردم که بهتره با بخشدار شروع بکنیم، با مردم و با روستاهی ها صحبت کردن و مشورت کردن تا ببینیم که به کجا میرسیم و چی کار میتونیم بکنیم. خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که تمام روستایی ها در تمام بستر روستاها حاضرن که کمک بکنن. متوجه شدیم که چندین ماشین آلات جاده سازی در این اطراف وجود دارن که این اشخاص اونها رو ساعتی کار میکنن. با اینها صحبت کردیم و خیلی زود به یک قیمتی رسیدیم که ما این قیمت ساعتی بپردازیم و بعد روستاها بتونن وسایل دیگه شو تهیه کنن، مثل این که اینها باید بنزین شما باز تهیه میکردیم، روغن شما تهیه میکردیم و غذای کارگرها رو ما باز تهیه میکردیم و نگهداری از ماشینالات رو در شب ما باید به عهده میگرفتیم. اینها رو بین روستاها تقسیم کردیم. هر جا که روستایی که نزدیکتر به اون قسمت کار ما بود قبول کرد که این مخارج رو تقبل بکنه و ما تونستیم با حدود 12 میلیون تومان دو سوم کاریو که اینا 140 میلیون تومان قیمت گذاشته بودن انجام بدیم و از طرفی یه همکاری شد بین این روستاها و مردم روستا که خیلی قابل تحسین. مسئله دیگریه که با اداره آموزش و پرورش تونستیم به توافق برسیم اینی که مقدار زیادی از دبستان‌هایی که در این روستا وجود داشت، چندین سال بود که این دبستان‌ها مورد استفاده قرار نگرفته بود به علت نداشتن شاگرد و ما به این نتیجه رسیدیم که ما میتونیم اینها رو ترمیم بکنیم و به اسم مهمانسرا یا دفاتر دیگری برای کارهای بهداشتی، برای کلاس‌های روستایی ازش استفاده بکنیم که این هم یک عمل مفیدی بود و این در حال انجامه و با چندین گروه های توریستی، گروه های مسافرتی صحبت کردیم که اینها هم قبول کردن که اگر ما شرایطی به وجود بیاریم که اینها بتونن این گردش های روستایی رو انجام بدن، میتونن برای ما مسافر بیارن و مسافر آوردنشون باعث این میشه که مردم این شهرها، این روستاها بتونن مهمانداری بکنن، مواد اولیهشون رو بفروشن و از نظر اقتصادی خیلی کمک میکنن.
این ویدیویی که ملاحظه فرمودید چکیده ای از کارهای ماست که در مازندران و آذربایجان انجام شده و امیدواریم که در آینده بتونیم کارهای بیشتری انجام بدیم و دوستانی که دوست دارند با ما همراه باشند کمک بکنند خیلی متشکر میشیم که با ما تماس بگیرند تا بتونیم کارهای بهتری انجام بدیم. خیلی ممنون، مرسی، قربانتون.